مریم رجوی، حمله به تأسیسات نفتی کشور همسایه گامی جنگ افروزانه است و بیعملی در برابر فاشیسم دینی آن را جریتر می کند. تأکید مایک پومپئو و مارک اسپر بر مقابله با دخالت‌های شرورانه رژیم در منطقه. عربستان سعودی به ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز پیوست. خانم مریم رجوی حمله به تأسیسات نفتی کشور همسایه را گامی بلند و فصلی جدید در تعرض‌های جنگ افروزانه دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران توصیف کرد و افزود قدرت و قاطعیت تنها زبان قابل فهم برای ملایان است. بی‌عملی در برابر فاشیسم دینی آن را جریتر می‌کند. مردم ایران نخستین قربانیان این رژیم هستند. راه حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی که منشأ همه بحران‌ها در خاورمیانه است، تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته است. جامعه بین‌المللی باید حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی را به رسمیت بشناسد. سناتور لینزی گراهام، عضو برجسته سنای آمریکا، درباره حملات رژیم ایران به تأسیسات نفتی عربستان سعودی گفت: توجیه بسیار عالی توسط معاون رئیس جمهور برای کنفرانس جمهوری‌خواهان سنا در رابطه با حمله علیه تأسیسات نفتی انجام شد. این اقدامی جنگی است و هدف ما باید احیای بازدارندگی تجاوز رژیم ایران باشد. من تلاش‌های دولت را برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای و توجیه کنگره در مورد اقدامات اتخاذ شده و ارائه طرح اقدام برای احیای بازدارندگی علیه رژیم شیطانی ایران تحسین می‌کنم. مشکل با رژیم ایران با مرور زمان بدتر می‌شود. برای همین الزامی است که ما دست به اقدامی قاطع علیه تجاوز بیشتر رژیم ایران و حامیان آن بزنیم. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، در پنتاگون با ولیعهد بحرین ملاقات کرد. به گفته سخنگوی ارشد پنتاگون، دو رهبر مسائل امنیتی مورد نگرانی دو طرف شامل تهدیدات امنیت دریانوردی و دخالت شرورانه رژیم ایران در منطقه را مورد گفتگو قرار دادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت: مایک پومپئو در دیدار با ولیعهد بحرین بر ضرورت مقابله با دخالت شرورانه رژیم ایران در منطقه تأکید کرد. آخوند روحانی در جلسه هیئت دولت در وحشت از عواقب حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و برای ردگمکنی مدعی شد: اگر مردم یمن یک عکس العملی از خودشون نشون دادند، یک نقطه ای رو زدن، این همه ناراحتی و عصبانیت ایجاد می شود. دولت مردان آمریکا امروز به جای اینکه فضا را مثبت کنند، می خواهند با اتهام زنی فشار تهمت زنی حداکثری را علیه ایران اعمال کنند و با حرفهای بی پایه و اساس و بی معنا و بدون خریدار در داخل و خارج از ایران این رویه را پیش گرفتند. در پی حمله رژیم آخوندی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، این کشور اعلام کرد برای تأمین امنیت حمل و نقل در آبهای خلیج فارس به ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا پیوسته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حوزه عمل این ائتلاف بین المللی تنگه هرمز، باب المندب، دریای عمان و خلیج فارس خواهد بود. پیش از این کشورهای استرالیا، بحرین و انگلستان نیز به ائتلاف خلیج فارس پیوسته بودند.